تیتر اول امشب، اردن یک طرح قاچاق اسلحه مرتبط با جمهوری اسلامی را خنثی کرد. چرا حکومت ایران قصد تجهیز هسته اخوان‌المسلمین اردن را داشته؟ حمله پهپادی اسرائیل به خودروی همرزم فرمانده نیروی قدس سپاه، کشته شدن حسین مکی فرمانده حزب الله در جنوب لبنان، حزب الله با ده‌ها راکت پاسخ داد. دیپلمات سپاهی و مشاور سابق قاسم سلیمانی هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه شد. از ایرج مسجدی و نقش او در بین گروه‌های شبه نظامی جمهوری اسلامی چی می‌دونید؟ و هشدار نسبت به سونامی عملها و تزریق‌های زیبایی در آرایشگاه‌ها و محیط‌های تایید نشده، عوارض جبران ناپذیر و حتی مرگ در پی این عملها. به تیتر اول خوش اومدید. وقت شما بخیر. اردن یک توطئه برای قاچاق اسلحه به این کشور رو که گمان میره به رهبری جمهوری اسلامی در حال انجام بوده خنثی کرده. دو مقام اردنی در گفتگو با رویترز هدف این طرح رو کمک به مخالفان پادشاهی اردن برای انجام اقدامات خرابکارانه عنوان کردند. به گفته منابع آگاه، این تسلیحات از سوی شبه نظامیان تحت حمایت تهران در سوریه به یکی از هسته های اخوان المسلمین در اردن ارسال شده که با شاخه نظامی حماس در ارتباط بودند. این محموله پیشتر و همزمان با دستگیری اعضای این هسته توقیف شده. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز میریم به واشنگتن، جایی که همکارم سمیرا قرایی از استودیوی ما اونجاست. همچنین همراه میشیم با شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی که از روم به ما پیوسته. سمیرا، در یک سال اخیر گزارش‌های اینچنینی زیاد بوده، تلاش منتسب به جمهوری اسلامی برای قاچاق اسلحه به اردن، این یکی جزئیات بیشتری داره مشخصاً؟ جزئیات بیشتری داره نیوشا، و در ماهیت هم به نظر میرسه که با آنچه که در یک سال گذشته و بیشتر ما شاهدش بودیم متفاوت هست. در همین 7-8 ماهی که بحث تنش‌ها بین اسرائیل و حماس وجود داره، بارها اخباری آمده از اینکه جمهوری اسلامی سعی کرده از طریق اردن تسلیحاتی رو به کرانه باختری برسونه. علی خامنه‌ای سال‌هاست که از تجهیز کردن کرانه باختری به تسلیحات نظامی میگه و همه اینها در اون راستا قرار میگیره. اما اتفاقی که مشخصا رویترز به شکل اختصاصی ازش خبر داده و یک ماه گذشته رخ داده این هست که این تسلیحاتی که گروه‌های نظامی و شبه نظامی تحت حمایت ایران در سوریه قصد داشتند که انجام بدن، تسلیحاتی که بفرستند به اردن برای انجام خرابکاری در داخل خود اردن بوده و برای خراب کردن ملک عبدالله دوم بوده. همه اینها رو باید با توجه به این نکته بهش نگاه بکنیم که اردن در اون شبی که جمهوری اسلامی حمله کرد به اسرائیل در کنار متحدان غربی، در کنار ایالات متحده ایستاد، آسمان خودش رو بست به روی پهپادها و موشک‌های ایرانی، اونها رو مورد اصابت قرار داد، و از اونجا به بعد به نظر میرسه که یک تلاش تازه‌ای از سمت جمهوری اسلامی که تسلیحات رو برسونه در داخل خاک اردن که اونجا علیه ملک عبدالله بتونه آشوبی درست کنه. حالا اینهایی که در اردن این تسلیحات رو قرار بوده بگیرن چه کسانی هستن؟ افرادی هستند وابسته به اخوان المسلمین اردن. اخوان المسلمین در اردن یک گروه، یک نهاد قانونی است که فعالیت انجام میده و اعضای ارشد اخوان المسلمین اردن هم با ملک عبدالله دوم رابطه خوبی دارند. اما اتفاقی که افتاده اینه که حماس و حزب الله و مشخصا العاروری که در زمستان توسط اسرائیل در لبنان کشته شد، شروع کردن جوانهایی که رادیکال تر هستند در اخوان المسلمین اردن رو بیان اینها رو استخدام بکنن در رابطه با اشاعه ایدئولوژی که جمهوری اسلامی داره و استفاده بکنن از احساساتی که در اردن وجود داره. میدونیم بخش زیادی از جمعیت اردن، 20% از جمعیت اردن فلسطینی هایی هستن که سال 68 سال 76 وارد اردن شدن، اونجا زندگی میکنن، اونجا رو خانه مینامند. جمهوری اسلامی میخواد از این احساسات استفاده بکنه، اونها رادیکال بکنه، پیرو ایدئولوژی خودش، و بتونه ازشون علیه ملک عبدالله دوم استفاده بکنه. ممنونم از توضیحاتت سمیرا. آقای مدرس، چطور میبینین جمهوری اسلامی چقدر راه داره که بتونه در اردن نفوذش رو افزایش بده مثل دیگر کشورهای منطقه که تونسته این کار رو بکنه؟ در اردن هم فکر میکنین این فضا میتونه براش مهیا بشه؟
وقتتون بخیر خانم سارمی و خانم قرایی گرامی. ببینید ابتدا باید یه نگاهی داشته باشیم به وضعیتی که اردن داره. خانم قرایی تو صحبتاشون اشاره کردن واقعیتی که وجود داره اینه که جمعیت قابل توجهی از 11 میلیون نفری که اردن رو تشکیل میدن اینها نسل‌های چندم فلسطینی‌هایی هستند که به اردن اومدن و طبیعتاً یک حس تعلقی هنوز به اون بحث تشکیل دو کشور و کشور فلسطینی دارن و از اونجایی که شهروندان اردن هستن این میتونه کار رو برای ملک عبدالله و کار رو برای سیستم حاکم در اردن دشوار کنه. از سمت دیگه جمهوری اسلامی سال‌هاست که داره تلاش می‌کنه برای اینکه بتونه در اردن هم نارامی‌های ایجاد کنه، برای اینکه یک گروه نیابتی خودش رو در اردن هم ایجاد کنه در امتداد آنچه که پدیده تو پروژه توسعه امپراتوری شیعی خودش میدونه اون رو. الان احتمالا براش معنادارتر هم شده آقای مدرس با توجه به همکاری که سمیرا هم اشاره کرد اردن با اسرائیل و آمریکا داشت، با توجه به همکاری اطلاعاتی مشخصی که اردن داره به ایالات متحده، پایگاه آمریکا اونجاست، احتمالا براش الان و تو این عرصه خیلی مهمتر هم هست این نفوذ. دقیقاً در چنین شرایطی نه تنها اهمیت اردن افزایش پیدا کرده برای جمهوری اسلامی، بلکه جمهوری اسلامی از سمت دیگه بهانه‌های لازم رو هم پیدا کرده برای اینکه بخواد بیاد بره به سمت یک سری از اعضای جوان، خصوصاً گروه اخوان المسلمین در اردن که یک گروه قانونی هست، اما تعدادی از اونها رو از طریق شاخه نظامی حماس و اون بخشی که پیش از این خود صالح العروری مسئول اون بود سعی کرده که رادیکال کنه، اینها رو به سمت بنیادگرایی ببره و برای اینها یک سری تسلیحات، البته نه تکنولوژی های پیشرفته، از جمله مواد منفجره سمتک C4، از جمله یک سری مینها و راکت انداز های کاتیوشا 107 میلیمتری رو برای اینها فرستاده. جالبه که اکثر اینها از طریق گروه های شبه نظامی جمهوری اسلامی در سوریه و عراق در اماکنی چال میشن، موقعیت جغرافیایی اینها رو برای افراد میفرستن و بعد اونها میرن اینها رو از این چاله ها در میارن و مصرف میکنن. آنچه که مشخصه اینه که سرویس های اطلاعاتی امنیتی اردن پیش از این هم از این قضیه خبر داشتن و جمهوری اسلامی مدت هاست که داره از این راه استفاده میکنه برای تجهیز کرانه باختری، اما به نوعی میشه گفت این اولین باری هست که جمهوری اسلامی اینها رو برای مصرف در خود اردن داره استفاده میکنه و این دقیقاً همون نکته هست که ملک عبدالله سالها پیش بیان کرده بود که جمهوری اسلامی در حال تأسیس یک هلال شیعی در منطقه هست. سپاسگزارم از شما شاهین مدرس، پژوهشگر بین الملل از مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از روم با ما بود و همینطور همکارم سمیرا قرایی که از استودیوی ما در واشنگتن دی سی ما را همراهی کرد. اما جنگ اسرائیل و حماس، وال استریت ژورنال نوشته حماس با روی آوردن به تاکتیک های چریکی نشون داده ماها میتونه به جنگ ادامه بده. به نوشته وال استریت ژورنال، شبه نظامیان حماس از شبکه تونل ها، هسته های کوچک شبه نظامیان و نفوذ اجتماعیشون برای بقا و ضربه زدن به نیروهای اسرائیلی استفاده میکنن. در این گزارش اومده فرار یحیی سینوار رهبر حماس از نیروهای اسرائیلی با مخفی شدن در تونل ها میتونه حاکی از برتری استراتژیک حماس در جنگ‌های زیرزمینی باشه. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم با همکارم بابک اسحاقی که از تل آویو با ما هست، همینطور مریم منظوری روزنامه‌نگار که از واشنگتن به ما پیوسته. بابک، تازه‌ها رو از تو بشنویم. پیچیده شده جنگ در نوار غزه، به مراحل سختش میشه گفت رسیده و شاید اتفاقا این کمک جدید و کلانی که ایالات متحده قراره به اسرائیل بده بتونه در این شرایط کمکی باشه. نیوشا، به نظر نمیاد که پایان این جنگ نزدیک باشه. دقایقی پیش خود آقای نتانیاهو گفت تنها چند هفته دیگر قسمت اصلی یورش سربازان اسرائیلی در رفح آغاز خواهد شد و عملیات بزرگی که آقای نتانیاهو اون را خوانده برای نابودی آخرین گردانهای حماس در اونجا آغاز میشه و هنوز ما صحبت از جبالیه و زیتون و جاهای دیگه در نوار غزه نکردیم که جنگ در اونجا هم همچنان ادامه داره، با اینکه اسرائیل چندین بار به این مناطق وارد و خارج شده و از همه اینها گذشته جنگ در جنوب لبنان و شمال اسرائیل هم همچنان به شدت ادامه داره. در حال حاضر در محله زیتون و در شهر و در محله های اطراف محله زیتون عملیات پایان گرفته، ارتش اسرائیل از اونجا بیرون اومده، اما در شهر جبالیه نه تنها
همچنان جنگ ادامه داره، بلکه فعالیت لشکر 98 اسرائیل در اونجا گسترش پیدا کرده. امروز بارها صدای آژیر خطر نه تنها در شمال اسرائیل بلکه در جنوب اسرائیل هم به صدا در اومد. چندین موشک به سوی شهر ازدرود پرتاب شد. به گفته ارتش اسرائیل، حماس تلاش میکنه که تا آخرین موشک های خودش در رفح را قبل از اینکه ارتش اسرائیل وارد اونجا بشه به سوی اسرائیل شلیک بکنه. در کنار اون تخلیه جمعیت هم همچنان ادامه داره، هم از رفح و هم از مناطقی در شمال و در جنوب نوار غزه. آقای نتانیاهو امروز در یک سخنرانی با تاکید کرد که اسرائیل تا پیروزی مطلق بر حماس جنگ را ادامه خواهد داد. خانم منظوری، در این میان به نظر میرسه ایالات متحده به ویژه پس از حمله‌ای که جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل داشت در پی یک اتحاد منطقه‌ای همکاری با کشورهای منطقه برای رسیدن به یک راه حل درباره جنگ غزه، این همکاری‌ها رو به ویژه با توجه به راهکار جدیدی که ایالات متحده ارائه داده درباره تشکیل یک حلقه برای صلح در غزه، این رو چطور می‌بینید؟ همونطور که اشاره کردین، تلاش‌های ایالات متحده از روز اول شروع جنگ که امروز 222 روز خودش رو پشت سر گذاشت واقعا ادامه داشته. در تمام این مدت تلاش کرده که نقش رهبری داشته باشه و واقعا از فردای شروع جنگ این نقش رو بر عهده داشته، از طریق مذاکره با طرفهایی که در این جنگ به نوعی تأثیر گرفتن، از مصر و اردن بگیرید تا قطر که ارتباط داره با گروه حماس و همینطور عربستان سعودی و کشورهای اروپایی. یک نمونه از این نقش راهبردی آمریکا در این جنگ رو و نقش رهبری و تعیین کننده آمریکا رو دیدیم در جریان حمله هوایی جمهوری اسلامی به اسرائیل در 13 ماه آوریل که چطور تونست از طریق سنتکام این نقش رهبری رو بر عهده بگیره. و این نقش رهبری همون چیزی هست که کشورهای عرب خاورمیانه، کشورهای ثروتمند مثل امارات، مثل عربستان سعودی تاکید داشتن که همواره تاکید کردن که ما آماده هستیم برای ایفای نقش در آنچه که پس از در فردای پایان جنگ در غزه صورت خواهد گرفت مشارکت بکنیم، به شرطی که آمریکا واقعا یک نقش راهبردی و تعیین کننده بیشتری رو ایفا بکنه. ولی واقعیت اینه که تمام اینها اونقدر فرسایشی شده و اونقدر طرفهای مختلف خواسته های مختلف و خواسته های غیر ممکنی که انجامش برای طرف مقابل غیر ممکن هست پیش رو میگذارن که خیلی خیلی پیچیده شده. حماس از یک طرف میگه که باید اول اسرائیلی ها برن بیرون تا ما گروگان ها رو آزاد کنیم. اسرائیلی ها میگن که باید اول گروگان ها آزاد بشن تا بعد آتش بس اعلام بشه. واقعا تمام اینها جزئیاتی هست که پیچیدگی ها رو بیشتر میکنه. از طرفی یک طرح بین المللی در واقع از چند ماه پیش پیشنهاد شده با مشارکت مراکش، امارات متحده عربی و اگر اشتباه نکنم عربستان سعودی، ببخشید مصر، که هر سه این کشورها کشورهایی هستن که با اسرائیل رابطه دیپلماتیک دارن و اینها ابراز آمادگی کردن برای مشارکت در یک طرح بازسازی نوار غزه برای اینکه اونجا به یک بندر شکوفای اقتصادی تبدیل بشه، به طوری که اماراتی ها در بازسازی نقش داشته باشن، مراکشی ها با تامین نیرو و سرباز برای برقراری صلح و آرامش نقش داشته باشن و مصری ها هم اینطور. و همه اینها به شرطی هست که یک چشمانداز روشن سیاسی از نظر برقراری صلح و آرامش وجود داشته باشه و آمریکا در این میان نقش اساسی رو ایفا بکنه. اما همه اینها بستگی به تصمیم اسرائیل داره و دولت راستگرای اسرائیل برای اینکه واقعا با تشکیل کشور مستقل فلسطینی موافقت بکنه یا نه. و از طرف دیگه هم داریم میبینیم که حماس هم بیکار نشسته و در روزهای گذشته شاهد بودیم که اسماعیل هنیه با
رهبر ترکیه ملاقات کرده، با نخست وزیر مالزی ملاقات کرده و به نظر میاد که داره حمایت بین المللی برای خودش رو تقویت میکنه. واقعا باید ببینیم که چه پیش میاد. مسئله اینه که خیلی خیلی پیچیده است و حتی خود فلسطینی ها یعنی حماس و تشکیلات خودگردانی بین خودشون هم به یک توافقی نمیتونن برسن. در بین رهبران هم همچنان اختلاف هست. سپاسگزارم از شما مریم منظوری، روزنامه‌نگار که از واشنگتن با ما بود و همینطور همکارم بابک اسحاقی که از تل آویو ما را همراهی کرد. ساعتی پس از کشته شدن یکی دیگر از فرماندهان حزب الله لبنان، امروز صبح هیئتی از اعضای ارشد حماس با حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان دیدار کرده. این دیدار در حالی انجام میشه که تبادل آتش بین اسرائیل و حزب الله لبنان ادامه داره و در مرزهای شمالی افزایش داشته. دیشب تصاویری از انفجار یک خودرو در نزدیکی شهر سور در جنوب لبنان منتشر شد. ساعتی بعد مشخص شد هدف حمله پهپادی اسرائیل یکی از فرماندهان ارشد حزب الله بوده. نام او حسین مکی، فرمانده لشکر ساحلی حزب الله اعلام شده. رسانه های ایران او رو همرزم محمد رضا زاهدی معرفی کردند و رسانه های اسرائیل عکسی از او در کنار زاهدی منتشر کردند. محمد رضا زاهدی از فرماندهان ارشد سپاه قدس بود که در حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی کشته شد. خودروی مکی در حال حرکت بوده که هدف حمله پهپادی قرار گرفت. این حمله اسرائیل ساعاتی پس از کشته شدن یک غیر نظامی اسرائیلی در حمله موشکی حزب الله انجام شد. بنا به گزارش ارتش اسرائیل تا اینجای کار 298 نفر از نیروهای نظامی حزب الله در حملات اسرائیل از بین رفتن که از میان اونها 30 نفر از فرماندهان حزب الله بودند. به گزارش رسانه اسرائیلی آلما، پس از شروع جنگ غزه تا آخر ماه گذشته میلادی یعنی 11 اردیبهشت، حزب الله لبنان 1691 حمله به مواضع نظامی و غیر نظامی در اسرائیل انجام داده. روی همین نمودار هم میشه دید که شدت حملات همونطور که میبینین روند صعودی داشته و حزب الله تلاش کرده اسرائیل رو در جبهه شمالی کاملا درگیر نگه داره. اکثر حملات حزب الله به وسیله راکت‌ها با مسیر پروازی ارتفاع بالا، تفنگ‌های ضد هوایی، موشک ضد تانک و پهپاد انجام شده. از آغاز جنگ موشک‌های ضد تانک همونطور که می‌بینین مهمترین سلاح مورد استفاده نیروهای حزب الله بوده. این در حالیه که حزب الله موشک‌های دوربرد بسیاری در زرادخانه‌اش داره که در صورت جنگ تمام عیار می‌تونه از اون‌ها استفاده کنه. در واقع باید گفت حزب الله از تمام توان نظامی استفاده نمی کنه. برخی کارشناسان اعتقاد دارند دیدار امروز سران ارشد حماس به ریاست خلیل الحلیه و دبیرکل حزب الله به منظور افزایش فشار بر اسرائیل در جبهه شمالی. العالم، رسانه وابسته به جمهوری اسلامی نوشته این دو در مورد اون چه اونها انتفاضه دانشجویان جهانی خوندن گفتگو کردن. همین امروز صبح هم حزب الله بیش از 60 راکت به مرزهای شمالی اسرائیل پرتاب کرده. بخشی از این راکت‌ها به سوی پایگاه نظامی اسرائیل در کوه مرون در شمال منطقه الجلیل پرتاب شدند و به گفته حزب الله پاسخی به قتل فرماندهشون در حمله پهپادی دیشب بوده. در این رابطه بیشتر گفته می‌کنیم با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی که در مؤسسه واشنگتن و از همین شهر با ما همراه میشن. آقای ندیمی، میشه گفت عملا جنگی بین این دو در جریان؟ امروز هم یک شهروند اسرائیلی کشته شد، هم 5 سرباز اسرائیلی مجروح شدن. چطور می‌بینین سطح تبادل آتش رو؟ سعودی بوده؟ بله، خب البته جنگ در جریان بوده،
حتی پیش از 7 اکتبر، ولی ابعاد جدیدتری گرفته، شدت بیشتری گرفته از 7 اکتبر و در هفته های اخیر، به ویژه از زمانی که عملیات رفح شروع شده، ما میبینیم که یک سیر سعودی این حملات گرفته به خودش، هم از طرف اسرائیل بمباران های زیادی در جنوب لبنان انجام میگیره و حملات هدفمند مثل کشتن این فرمانده حزب الله، و همینطور از طرف حزب الله سیر سعودی حملات راکتی و موشکی. خب حزب الله از زمان جنگ 2006 از موشک های ضد تانک کورنت استفاده میکرد برای حمله به اهدافی در داخل اسرائیل. بسیار موشک های دقیقی هستن، با هدایت لیزری هدایت میشن، ولی برد اینا چیزی حدود 5 تا 8 کیلومتر کیلومتر بوده، حتی اکثر نوع پیشرفته ترش 8 کیلومتر برد داشته، و با در این محدودیت برد حزب الله در عملیات اخیر خودش در ماه‌های اخیر از این موشک‌ها استفاده می‌کنه برای حمله به داخل اهداف در داخل اسرائیل، در شمال اسرائیل، به خاطر اینکه به دلیل مسیر مستقیم این موشک‌ها در برابر سیستم‌های پدافند موشکی اسرائیل مثل گنبد آهنین ایمن هستند. ولی خب محدودیت های خودشون از نظر برد داشتن، تا اینکه در ماه اخیر حزب الله از موشک های الماس استفاده میکنه، موشک های ساخت ایران هستش که هدایت تلویزیونی داره و تا برد 10 کیلومتر و حتی شاید کمی بیشتر هم میتونه پوشش بده، و ما در فیلم های تبلیغاتی اخیر حزب الله میبینیم که از فیلم هایی که این دوربین دماغه موشک الماس و 1 و 2 گرفته میشه استفاده میکنن برای نشون دادن اهدافی که مورد اصابت قرار میگیرن، بسیار دقیق هستش، از بالا به هدفش برخورد میکنه، در نتیجه میتونن از برخی از دیوارهای دفاعی هم از بالای دیوارها عبور بکنن، و تأثیر زیادی هم از نظر عملیاتی و هم از نظر روانی داره. و ساخت نمونه اخیرش رو که دیدیم ساخت سال 2023 ایران بوده. همینطور از راکت های دوربرد تر میتونه استفاده بکنه، ولی این راکت ها به خاطر مسیر بالستیکی که طی میکنن طبیعتا تعداد قابل توجهی از اونها رو گنبد آهنین درگیر میشه باهاش و رهگیری میکنه. در مواردی اون راکت ها به هدفشون برخورد میکنن، همینطور که اشاره کردین در پایگاه راداری کوه مران و همینطور پادگان بیرانیت که در این رگبار اخیر موشکی حزب الله مورد حمله قرار گرفته، در حقیقت خانه لشکر 91 شمالی اسرائیل هست که با راکت های بیرکوت 1 و 2 مورد حمله قرار گرفته. این راکت ها در حقیقت همون فلق 1 و 2 ساخت ایران هستش که حدود 10 کیلومتر برد دارن و مواد منفجره به حدودش 50 تا 60 کیلوگرم مواد منفجره میتونه حمله کنه. بسیار آقای ندیمی، اینجا اگر بخوایم بپرسیم، به نظر میشه دو طرف از رویاروی تمام عیار پرهیز کردن، حزب الله هم از تمام ابزار و ادواتش استفاده نمیکنه، اما آیا ممکنه جرقه این شعله ور بشه به یک جنگ تمام عیار و یک رویاروی مستقیم ختم بشه؟ خب همینقدر که حزب الله در یک مرحله از استفاده از راکت های کاتیوشا معمولی به استفاده از راکت های بورکان 1 و 2 روی آورده که قدرت انفجاری بالاتری دارن، پایگاه های در عمق بیشتری و مورد حمله قرار میده، برخی از کیبوتس ها و مناطق مسکونی هرچند خالی از سکنه ولی حمله کردن به مناطق غیر نظامی پیشتر در برنامه های حزب الله نبوده، نشون میده که یه مقدار سطح تنش رو طبیعتاً حزب الله بالا برده. در قسمتیش در واکنش به حملات هدفمند اسرائیل هست، اسرائیل هم حملات هوایی رو متمرکز کرده روی اون مراکز فرماندهی و کنترلی که این حملات رو به داخل اسرائیل طراحی میکنن. در نتیجه میبینیم که بله، این در اون توازن قوا بین دو طرف همچنان باقی هست و به یه شکل به نسبت متوازنی این تشدید ما میتونیم در دو سمت ببینیم، ولی بسیار شکننده هستش. و اگر یکی از این حملات حزب الله باعث بشه که تعداد قابل توجهی اسرائیلی جون خودشون از دست بدن، من فکر میکنم در اون صورت ما با نابود شدن بخش‌های قابل توجهی از بیروت در پاسخ اسرائیل فاصله زیادی نخواهیم داشت. یعنی می‌بینیم که بسیار این فاصله خارج شدن کنترل
از دست دو طرف کم هستش و خیلی احتمالش زیاد هست، با وجود اینکه سعی میشه که این سطح تنش از کنترل خارج نشه، ولی خیلی خطر زیاد هست که این احتمال هر لحظه ممکنه به وجود بیاد، در صورتی که تلفات قابل توجهی در یکی از این حملات به وجود بیاد. حالا حزب الله سعی میکنه با استفاده از این موشک‌های الماس که دوربین تلویزیونی دارن و میتونن دقیقاً مشخص کنن که به کجا دارن میخورن، تا حد زیادی این سطح خطر رو پایین بیاره. ولی از طرف دیگه راکت‌های بورکان به خاطر 60 کیلوگرم ماده منفجره، اگر به جایی برخورد بکنه که 7-8 نفر 12 نفر در جا بکشه، اون وقت ممکنه اسرائیل در شرایطی قرار بگیره که مجبور بشه واکنش خیلی سختی انجام بده. سپاسگزارم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. اما سفیر پیشین جمهوری اسلامی در عراق به عنوان معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه منصوب شده. ایرج مسجدی که سابقه حدود 4 دهه حضور در سپاه پاسداران رو داره، از سال 95 تا 1401 سفیر جمهوری اسلامی در عراق بوده. این چهره امنیتی که مشاور ارشد قاسم سلیمانی هم بوده، حالا جانشین محمد هادی حاج رحیمی شده که 13 فروردین امسال در حمله منتسب به اسرائیل به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه کشته شد. در این رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با همکارم مراد ویسی که از واشنگتن با ما همراه شده. مراد، چه چهره کلیدی بوده در تشکیل سپاه قدس، حضور داشته، جزو تحریم‌های ایالات متحده هست، آموزش نیروهای قدس رو بر عهده داشته، چه چیز بیشتری ازش می‌دونیم؟ چرا او رو برگزیدن؟ ایرج مسجدی یکی از قدیمی ترین فرمانده‌های سپاه و فرمانده‌های نیروی قدس، 45 سال سابقه عضویت در سپاه داره، 68 ساله است، در عراق 6 سال سفیر بوده، در دوران جنگ ایران عراق رئیس ستاد قرارگاه رمضان، قرارگاه برومرزی ایران در عراق بوده و به همین دلیل یک رابطه تاریخی 4 دهه‌ای با بارزانی‌ها، طالبانی‌ها، نوری مالکی و شیعیان مذهبی عراق داره. در دوره‌ای که قاسم سلیمانی زنده بود، ایرج مسجدی عملاً مسئول پرونده عراق بود و این دلیلی که تغییر انجام شده، کشته شدن فرماندهان ارشد نیروی قدس در سوریه بوده. در سوریه محمدرضا زاهدی فرمانده سپاه در لبنان و سوریه کشته شد که مسئول ارتباط با حزب الله بود و جانشینش محمد هادی حاجی رحیمی. حاجی رحیمی همزمان با اینی که جانشین فرمانده سپاه در سوریه و لبنان بود، همزمان معاون هماهنگ کننده نیروی قدس هم بود. معاون هماهنگ کننده در ساختار نیروهای مسلح ایران، چه در ارتش چه در سپاه، به معنی نفر سوم در یک ساختار نظامیه. بنابراین در نیروی قدس الان که ایرج مسجدی به عنوان معاون هماهنگ کننده منصوب شده، در واقع نفر سوم در نیروی قدسه. نفر اول اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدسه، نفر دوم محمد رضا فلاح زاده جانشین فرمانده که اون هم رشدش رو در جنگ 10 ساله سوریه انجام داد، در نبرد حلب 2014-2016 که مهمترین نبرد در سوریه بود شرکت داشت، بعد جز 10 فرماندهی بود که از طرف قاسم سلیمانی به خامنه‌ای معرفی شدن که درجه و نشان بگیرن و الان جانشین نیروی قدسه. یک نکته سومی هم که میتونم عرض کنم راجب اینه که حالا سوال 1,000,000 دلاری اینه که چه کسی فرمانده سپاه در سوریه و لبنان میشه به جای محمد رضا زاهدی. معمولا فرمانده سپاه در سوریه و لبنان اعلام نمیشه اسمش، این جزء اسرار جمهوری اسلامیه، ولی هر موقع اگر دیدید یک فرمانده ارشد در سپاه مدت طولانی نه خبری ازش هست نه اسمش در خبرها هست، احتمالاً به فرماندهی سپاه در سوریه و لبنان منصوب شده. چه کسی الان نه اسمش هست در خبرها؟ گمانت کی نکه نفر بعدی که خواهد بود؟ میتونه محسن چیزری باشه، فرمانده آموزش نیروی قدس که از فرمانده‌های قدیمی نیروی قدس، میتونه اصغر صبوری باشه معاون هماهنگ کننده سابق نیروی قدس، یا متاسفانه ارتباطمون با مراد ویسی در جای حساسی هم قطع شد وقتی داشت گزینه‌ها رو می‌گفت. سعی می‌کنیم حتما در یک فرصت دیگه با او گفتگو کنیم. مراد ویسی از واشنگتن با ما بود.
اما در خبر دیگه، وجود حشره ساس در زندان اوین خبرساز شده. مهدی محمودیان، فعال سیاسی از خودداری بیمارستان طالقانی تهران، از پذیرش بیماران نیازمند به دیالیز زندان اوین به دلیل آلودگی اونها به گزیدگی حشره ساس خبر داده. محمودیان در ایکس نوشته این بیمارستان برای صحت ادعاش یک قوطی ساس رو به عنوان نمونه برای بهداری اوین فرستاده. پیشتر ضیا نبوی، زندانی سیاسی، هم در نامه ای از وجود ساس در بند 8 اوین خبر داده بود. این در حالیه که خبرگزاری قوه قضاییه تکذیب کرده و گفته اوین یکی از پاکیزه ترین زندان های کشوره. در این رابطه همراه میشیم با سجاد شهرابی، فعال رسانه‌ای که از هیستون با ما همراه شده. آقای شهرابی، میدونم شما در تجربه زندانتون مشخصا با همین حشره، با ساس مواجه شدین. چه میگذره در زندان اوین؟ درود بر شما خانم سارمی. بین نکاتی که شما گفتید و من خودم هم صبح داشتم هم توییتر نگاه میکردم و هم نکاتی که مطرح شده در مورد ساس، پر رنگ ترین و جدی ترینش همین مسئله ای هستش که خبرگزاری قوه قضاییه صریحا تکذیب کرده وجود ساس رو. من تحلیلگر سیاسی نیستم، اما یه نگاه ساده آدم میفهمه که فقط جمهوری اسلامی میتونه به این صراحت وجود چیزهایی که به روشنی روزه رو تکذیب کنه. یعنی حمله اسرائیل به پایگاه شکاری رو تکذیب کنه، برخورد با زنان تو خیابون رو، برخورد وحشیانه رو تکذیب کنه، قیمت دلار رو تکذیب کنه و حالا هم رسیده به نوبت ساس. اما در مورد ساس همینقدر بگم که دقیقاً 13 اردیبهشت 1402 من دستگیر شدم و پارسال متاسفانه همین روزها در زندان بودم. البته هنوز به بند عمومی انتقال پیدا نکرده بودم، یه چند روز بعد از این سال گذشته بند عمومی انتقال پیدا کردم و بند عمومی با وجود اینکه شاید تنها نکته راستی که توی صحبت‌های مسئولین زندان بوده اینه که واقعاً زندان اوین جزو تمیزترین زندان هاست، اما به صورت قاعدتاً نسبی. صدا اذیت میکنه، امیدوارم که اینجوری. بله، اما به صورت نسبی اینجوریه و خب قاعدتا بند 4 زندان اوین که منم دوره محکومیتم رو اونجا گذروندم، البته خیلی کوتاه 2 هفته، به شدت درگیر بودیم با این حشره ساس، به گونه ای که ما هفته یه بار اتاق رو خونه تکونی کامل انجام میدادیم، با جارو برقی تمام ملافه ها عوض میشد، اما ساس وجود داشتش. و خب حالا ادهی فکر میکنن که مثل یه پشه میمونه که فقط گزندگی ایجاد میکنه، اما نه، در طولانی مدت هم میتونه اثرات پوستی داشته باشه و هم روی تنفس اثر بذاره. نکته پایینی هم که خدمتون در مورد ساس بگم اینه که باز این که در زندان اوین همه از وجود ساس اطلاع میدن اتفاق خوبیه، چون به واسطه پادکست یادگار که من دارم تولید میکنم در زندان‌های سراسر ایران که طبیعتاً وضع بهداشتی بسیار ضعیف‌تری از زندان اوین دارن، حشره دیگه تقریباً با کارکرد مشابه بسیار شدیدتر هست به اسم گال، که خب اون واقعاً اثرات گزیدگیش بسیار طولانی مدت‌تره و بسیار بدتره. در مورد رسیدگی زندان هم کوچکترین رسیدگی اصلا تو مسئولین انجام نمیشه. یه سری داروهایی که بیسش الکله توسط خود زندانی‌ها فراهم میشه و اتاق‌ها به اون وسیله ضد عفونی میشه. سجاد شهرابی، فعال رسانه‌ای از هیستون، ممنونم از شما. اما امروز و در ادامه 16 نشست ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی که از دیروز شروع شده، علی اصغر رمضان‌پور، سردبیر اجرایی خبر ایران اینترنشنال، و پوریا زراعتی از مجریان شبکه طی مراسمی نشان شجاعت سال 2024 نشست ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی رو دریافت کردند. در این مراسم علی اصغر رمضان‌پور گفت کار همکاران ما در ایران اینترنشنال فقط یک شغل نیست و اونها بخشی از داستان ایران هستند. میریم به ژنو، جایی که همکارم بردیا افشین از اونجا با ما همراه شده. بردیا، میدونم که این نشست رو دنبال کردی، صحبت‌های رمضان‌پور، صحبت‌های پوریا درباره مسئله آزادی بیان، نه فقط درباره ایران اینترنشنال. دقیقاً درسته که نشان شجاعت به ایران اینترنشنال اهدا شده و این تقدیر از یک رسانه به حساب میاد، اما واقعیتش اینه که باید این رو یک بزرگداشت از یک مردم، یک ملت دونست، مردم ایران که خب برای آزادی، برای دموکراسی، برای حقوق بشر تلاش میکنن برای چندین دهه و خب تجلیش رو ما طی 2 سال گذشته در جنبش زن زندگی آزادی دیدیم و همه همکاران ما پوریا زراعتی و علی اصغر رمضان‌پور که در این نشست 2 روزه هر جا چه به صورت علنی چه در
خفا در به صورت خصوصی اصرارشون بر این بوده که این رو در واقع بزرگداشتی از مردم ایران بدونن و این رو هم علنی کردن و خضوع و خشوع هم نیست. اما وقتی که اوج نشست که در واقع همراه شد با بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و همینطور اهدای جایزه به ایران اینترنشنال برگزار کنندگان اصرارشون بر این بوده که بگن که این جایزه به ایران اینترنشنال به این دلیل تعلق میره که نگاهی موشکافانه داره، نگاهی نقادانه داره، نگاهی روشنگرانه داره برای اینکه جمهوری اسلامی ایران رو بتونه در مقام پاسخگویی در بیاره و برای جمهوری اسلامی ایران یک چالش حکومتی که اینجا در از سوی بسیاری از نهادهای حقوق بشری، از نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد متهم به نقض فاحش حقوق بشر. خب ایران اینترنشنال تلاش کرده که جمهوری اسلامی ایران رو در مقام پاسخگویی در بیاره. در صحبت‌های علی اصغر رمضان‌پور هم اشاره او بر این بوده که فرصت این پیدا کرد که نشون بده که کار ایران اینترنشنال بسیار سخت بوده با توجه به کارزار آزار و اذیت علیه ایران اینترنشنال، اما اون کارزار آزار و اذیت رو یک کارزاری بزرگتر علیه همه روزنامه نگاران در داخل ایران، در خارج از ایران و برای چندین دهه دونسته و این رو بخشی از یک مجموعه بزرگتر که جمهوری اسلامی ایران دنبال میکنه برای حمله به ارزش‌هایی چون آزادی، دموکراسی که اینجا در این نشست بزرگداشتش برپا شده بود طی 48 ساعت. بسیار ممنونم از توضیحاتت. همکارم بردی افشین بود که از ژنو ما را همراهی کرد. هم بریم با آمریکا، جایی که جو بایدن رئیس جمهور امروز گفته که مایل قبل از انتخابات 5 نوامبر دوبار با رقیب جمهوری خواهش دونالد ترامپ مناظره کنه و برای اولین بار شرایطش رو برای مناظره با رئیس جمهور سابق در تلویزیون ملی مطرح کرد. بایدن از رقیبش خواست تا برای دو مناظره تلویزیونی ریاست جمهوری در ژوئن و سپتامبر حضور داشته باشه، پیشنهادی که ترامپ هم از طریق پستی در پلتفرم تروث سوشال خودش پذیرفته. دونالد ترامپ دو مناظره سال 2020 رو به من باخت. از اون موقع مناظره نکرده. حالا یه جوری رفتار میکنه که انگار میخواد باز با من مناظره کنه. روزمو بساز رفیق. دوبار باهات مناظره میکنم. شنیدم چهارشنبه آزاد. همکارم آرش علایی از ساختمان کنگره آمریکا با ما همراه شده. آرش، تو پیرمرد جنجالی شاید بشه گفت، دوباره قراره که با هم روبرو بشن و چشم‌ها و نگاه‌ها به سوی اونها خواهد بود. اولی همین ماه تیر خواهد بود. توی اون ویدیو آقای بایدن دیدید به ترامپ گفت چهارشنبه ها شنیدم آزادی. میدونید چرا بهش گفت چهارشنبه ها؟ به خاطر که روز تنها روزی که در دادگاه آقای ترامپ میتونه مرخصی بگیره الان در دادگاه نیویورکی که درگیرش هست بر سر همون پرونده‌ای که میگویند پول پرداخت کرده است به ستاره فیلم های پورن خانم استورمی دانیلز، تنها روز تعطیلیش چهارشنبه است. بنابراین با طعنه به آقای ترامپ دارد میگوید که اون روزایی که دادگاه نیستیم من میتونم بیام باهات مناظره کنم. و همونجور که تو گفتیم چند دقیقه بعد از اینکه این اعلام شد آقای ترامپ روی تروث سوشال اومد و گفتش که آماده است که بخواد با جو بایدن مناظره کند. چند تا نکته در مورد فعلا این پیشنهادی که دو طرف گذاشتند. یک، خب همیشه توی آمریکا معمول هست که نامزدها مناظره بکنند، اما نه به این زودی. معمولا مناظرات در ماه سپتامبر و ماه اکتبر اتفاق میافتد. یه ماه مونده به ریاست جمهوری، دو ماه مونده به ریاست جمهوری. الان کارزار آقای بایدن میگوید ماه ژوئن که تقریبا یک ماه دیگه است، یک ماه و نیم دیگه اولین مناظره باشد و میگویند یک مناظره دوم، نه سومی را هنوز قبول نکردن، دومی را میگن ماه سپتامبر صورت بگیرد. به نظر میآید کارزار آقای ترامپ با دو تا مناظره و تاریخاش مشکلی ندارد، میگوید با اون روزها موافق است. اما آقای ترامپ میگوید میخواهد که در حضور مردم باشد، مردم به صورت زنده نشسته باشند. ایشون میگوید که میخواهد یک جایی باشد که بتونه ظرفیت بالایی داشته باشد، به خاطر که اون چیزی که کارزار آقای ترامپ میگوید، میگوید طرفداران آقای ترامپ خیلی پرسر و صداتر و بیشتر هستند. کارزار بایدن میگوید یک مناظره تلویزیونی با حضور دو نفر و یک مجری، یعنی سه نفری در یک استودیو بشینند. این فعلا اختلاف بزرگی است که بین دو تاشون وجود دارد. و دیگری هم این است که چیزی که آقای بایدن میگوید فقط تلویزیون ها
یا شبکه‌هایی میتونند این مناظره را برگزار کنند که هم مناظرات درون حزبی دموکرات‌ها را در سال 2016 کاور کردن، هم مناظرات درون حزبی جمهوری‌خواه در سال 2020. خیلی نتورک های کمی هستن که این کار را انجام داده باشند. دو سه تا نتورک بیشتر نیستن. هنوز به نظر نمیاد آقای ترامپ با این هم موافقت کرده باشد. اما فعلا نکته دیگه سومی هم که میتونم بهش اشاره کنم، بیرون بودن رابرت کندی جونیور از این مناظره خواهد بود. فعلا به نظر میاد دو نامزد فقط میخواهند با همدیگر مناظره کنند و نامزد سومی در این مناظره وجود نخواهد داشت. سپاسگزارم از سوارش علی همکارم در کنگره آمریکا با ما بود. اما در ایران نایب رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی نسبت به اونچه سونامی عملهای زیبایی غیر ضروری خونده و ایجاد بازار سیاه در این حوزه هشدار داده. نجات حسینی گفته آرایشگرها و تکنیسیان‌ها وارد عرصه زیبایی شدن و در منزل و واحدهای اداری عمل جراحی زیبایی انجام میدن. نجات حسینی گفته آمار صدمات و حتی مرگ ناشی از عملهای زیبایی بیشتر شده و اضافه کرده بیشتر عملهایی که پزشکان فوق تخصص زیبایی انجام میدن عملهای ترمیمیه. همراه میشیم با دکتر ابراهیم فخنبی، متخصص جراحی پلاستیک و زیبایی که از لندن با ما همراه میشن. آقای دکتر خوش اومدین. اگر بخواین یک چیزی بگیم به کسی که قصد داره الان بره پیش یک آرایشگر، پیش یک تکنیسیانی که مذهبی نداره، در یک جایی که معلوم نیست کجاست، کار زیبایی انجام بده و فکر میکنه کم خطر، اون چیه؟ حالا اگر کسی بخواد جون خودش رو به خطر بندازه و با این کاری که انجام میده با کسی که هیچ تجربه و علم این کار رو نداره، به نظر من بدترین برحال کاری که میتونه انجام بده با خودش داره انجام میده. یعنی عوارضی که این عملهای زیبایی غیر مجاز میتونه به طرف وارد کنی، ممکنه بعضی هاشون اسکار بمونه برای تمام زندگی، حتی خطر مرگ هم ممکنه داشته باشه. من بهشون توصیه میکنم حتما از این کار اجتناب بکنم. آقای دکتر، تصاویری هم ازشون در سوشال مدیا منتشر شده، خیلی دلخراش، خیلی نگران کننده است. کسی که میخواد کار زیبایی انجام بده، خب همه جای دنیا مرسومه، چه نکاتی رو باید در نظر بگیره؟ باز میخوام، من صداتون رو نداشتم. امیدوارم الان صدای من رو بشنوین. آقای دکتر فخنبی میشنوین؟ فکر میکنم آقای دکتر فخنبی صدای من رو نمیشنوه. سوالمو تکرار کنم؟ البته همکارم هم میتونه سوال رو مطرح کنه از آقای فخنبی که ما فقط صداشون رو داریم بشنویم، که چه نکاتی رو باید در نظر بگیرن. خب نکاتی که باید در نظر گرفته بشه، اول اینکه مطمئن باشن اون جایی که بخوان این عمل رو انجام بدن حتما مجوز لازم رو داره، پزشکی که داره این کار رو انجام میده تخصص کافیشو داره، چون حتی ما خود پزشکان گاهی وقتا این اعمال انجام میدیم خالی از عوارض و خطر نیستش. بس باید همه جنبه های چیزش در نظر گرفته بشه. شرط بهداشتی اون محل چطوره؟ آیا پزشکی که اونجا کار میکنه مجوز این کار رو داره، تعلیمات لازم رو داشته یا خیر؟ برای همین بهتره که حتما جوری کار انجام بشه که نه به خود طرف نه به عوارض بعد از عملش هیچ مشکل خاصی پیش بیاد. اما اگر بخوایم بگیم که کسی که همین الان با این مشکلات مواجهه باید چه بکنه، قدم بعدیش چه خواهد بود؟ تر مواجهه با مشکلات خب، ما درصد بالایی از افرادی که به ما مراجعه میکنن به علت مشکلاتیه که در اثر کارهایی که توسط افراد نامتخصص به وجود اومده براشون، به هر حال ما مجبوریم که ویزیتشون بکنیم. گاهی وقتا ما خیلی از چیزایی که احتیاج داریم و بهش دسترسی نداریم. اینکه این عملی که انجام شده نوتش کجاست، چجوری شده، چه موادی به کار رفته، ممکنه طرف مثلا برای فیلر یا بوتاکس چیزی مراجعه کرده باشه به جایی، ما اصلا نمیدونیم این موادی که به کار رفته های مناسب بوده، مناسب نبوده، کی انجام شده، چقدر تزریق شده. اینا همش چیزاییه که ما بهش احتیاج داریم و جاهایی که معمولا غیر مجاز این اطلاعات معمولا ثبت نمیکنن و خیلی وقت ما به مشکل برمیخوریم که با همچین مریضایی چجوری واقعا میشه دیل کرد. سپاسگزارم از شما دکتر ابراهیم فخنبی، متخصص جراحی پلاستیک و زیبایی که از لندن ما را همراهی کردند. اما تیتر اول چهارشنبه 26 اردیبهشت اینجا به پایان میرسه. تیتر اول بعدی شنبه است. تا شنبه همین ساعت و همین جا.